سیاست جمهوری اسلامی چه در رابطه با آمریکا، چه در رابطه با اسرائیل، تا حدودی هم در رابطه با عربستان حفظ تنش بوده. حفظ تنش، این فضای جنگی با آمریکا و اسرائیل به خامنه ای اجازه داده که اون سیستم ایدئولوژیک حکومت خودش رو سرپا نگه داره، اون 10% 15% هوادارهای خودش رو از نظر ایدئولوژیک زنده نگه داره، یارگیری بکنه برای نیروهاش در داخل کشور، سیستم سرکوبش رو حفظ بکنه. این در جنگ دائمی با آمریکا و آزادی فلسطین از دست صهیونیسم، رهبر کیه؟ رهبر خامنه ای، از طرف خدا اومده میخواد امت اسلام نجات بده. این سربازان هم سربازان این جنگ دائمی هستن، از جنگ ایران و عراق شروع کنیم که مسیر کربلا بود، راه قدس از کربلا میگذره تا الان که میخوام از بلندی های جولان بریم اسرائیل رو بگیریم. این برای جمهوری اسلامی لازمه، برایش از نان شب واجب تره، باید به این جنگ دامن بدن. ولی تا کجا؟ تا کجایی جایی که جنگ نشه بتونه ادارهش بکنه. خب اینو که اگه با جنگ با آمریکا بکنه که دیگه از این حکومت چیزی نمیمونه. که جنگ با اسرائیل هم حتی حزب الله یه موقعی که وارد جنگ شد حتی 2006 هم پیش بینی نمیکردن که اونا وقتی اون سربازان اسرائیلی رفتن داخل خاک اسرائیل گرفتن و آوردن، گروگان گرفتن، چند نفرشون کشتن، احتمال جنگ نمیدادن، دنبال تنش میگشتن یا حتی درگیری های به اصطلاح کنترل شده. الان که به حدی رسیده که اگه جنگ جدیدی بشه واقعا معلومه کی بتونه کنترل کنه. من فکر نمی کنم هدف جمهوری اسلامی جنگ بشه، اسرائیل هم به هیچ وجه. اما وقتی که دینامیسم قضايا، دینامیسم تحولات و نوع دخالت جمهوری اسلامی در منطقه، پایگاه هایی که در سوریه زده، اینا به جاهایی خواهد رسید که ممکنه از کنترل خارج بشه یا به نقطه‌ای برسه که برای اسرائیل دیگه غیر قابل تحمل بشه. حمله‌ای که دو هفته پیش کرد به پایگاهی که پایگاه پهپادهای جمهوری اسلامی در شرق دمشق و بعد از اون هواپیماها اومدن، یه هواپیمای اسرائیلی سقوط کرد، این میتونه جرقه جنگ واقعی باشه. بنابراین نمیشه گفت نه، در روی کاغذ هیچ کدوم دنبال جنگ نیستن، ولی دینامیسم تحولات میتونه به جایی بکشونه که جنگ در بگیره. همین الان فکر کنید تو این حسابه عربستان سعودی در فکر ایجاد شهری در حد لاس وگاس برای سرگرمی و تفریح مردم، سرمایه گذاری کلان بالای 60 میلیارد دلار. دیروز آقای خطیب یک سخنرانی داشت، یعنی گزارشی داشت در همین زمینه و میگه ما فعلا سرگرم به اصطلاح ایجاد زیر ساختارها در عربستان سعودی هستیم برای دوران بعد از نفت، یعنی شروع کردن از حالا سرمایه گذاری های کلان و همینطور گسترش روی انبساط در مردم و در عمل دارن این کار انجام میدن. نخست جنگ بود با به اصطلاح اسلامیست های رادیکال، مخصوصا اصحاب فتوا که بیشترین نفوذ داشتن در دربار سعودی، بعدم کوتاه کردن جست شاهزادگانی بود که در غارت مردم دست داشتن، دستشون در خزانه مملکت بود، بعد هم برگزاری کنسرت، چندین کنسرت در سعودی برگزار شد، خانم ها در این کنسرت ها حضور خانم ها در استادیوم ها و اجازه خانم ها برای رانندگی، حالا که خانم ها میتونن بدون داشتن مجوز سفر از سوی همسرشون به مسافرت برن، کار بگیرن، شغل بگیرن. و دستور داده شده که تعداد زیادی 400 زن رو در دستگاه دادگستری و وزارت دادگستری استخدام کنن. اینا تحوله در زادگاه اسلام و زادگاه پیامبر اسلام. برنامه رو پی میگیریم، از این لحظه برنامه در اختیار شماست، با آقای دایی هستی. فقط تمنا میکنم کوتاه و مفید و مختصر این شماره استودیوس هست، همین حالا یادداشت کنید، ترجیح میدم بریم برگردیم، آقای یار گوش میکنیم، برمیگردیم بخش بعدی برنامه تماما در خدمت شما هستیم. یک سال دیگه هم از آقای دایی دارم، اجازه بدید در همین جا ازشون بپرسم. آقای دایی، درباره رفراندوم نظر شما چی؟ من نظر همه رو جویا شدم، میخوام ببینم که شما چی میگی. منظور اون رفراندومی که قبل از اینکه جمهوری اسلامی سقوط کنه منظورتون دیگه؟ بله، یه رفراندومی که قاعدتا باید ما رو گذار بده به یه دوره بعد از جمهوری اسلام.
عرض کنم که چند نکته است. خیلی مطالب رو گفتن خیلی ها، چه طرفدار چه مخالف گفتن، خب کوتاه فرصت نمیشه همه رو گفت. من به چند نکته، فقط دو سه نکته ای که به نظرم میرسه اشاره میکنم. یکی این که خیلی از کسانی که این نامه رو امضا کردن از این 15 نفر شخصیت های بسیار مورد احترام ایرانیان هستن، مبارز هستن، و برخی توهین هایی که در فضای مجازی اون مخالفان این رفراندوم کردن درست نیست. آخه شما نمیتونید با آقای دکتر ملکی مطالبی که نوشتید آقای دکتر ملکی امضا کرده. یک. اما برگردیم به این که پیامش چیه. ببینید هر چیزی یه جا و مکانی داره، بعد در ظرف مکانی و زمانیش سنجید. تحولی که تو ایران شد در دیما، خیزش سراسری که بود، خب پیام سیاسی چی بود؟ پیام اجتماعی چی بود؟ که مردم از همون روز اول مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی میگفتن، عبور از نظام، عبور از اصلاح طلبی و امید به رفرم در این نظام بود. درست؟ پس براندازی یا عبور از نظام، هر چیزشو بذاریم، پیام اصلی تحول بسیار مهمی بود که در همه جای دنیا صدا شنیده. خب اومدن حالا عده‌ای بیانیه دادن، اصلا به انگیزه هم کاری نداشتیم که اومدن گفتن که آقا بیان جمهوری اسلامی، بیا تحت نظر سازمان ملل یه رفراندوم بذار. خب در عالم خیال که خیلی خوبه، من میخوام برم در کره ماه ریحون بکارم، اگه بشه بینی زمین، به این همه زمین چقدر فایده داره. خب این عملی که نیست. اگه ما جمهوری اسلامی رو برسونیم به یه جایی که حاضر بشه خودش با دست خودش رفراندوم عادلانه برگزار کنه، یعنی میخواد بره دیگه، خودش که میدونه که جایگاهش کجاست، وگرنه این همه دستگاه عریض و طویل سرکوب رو نمینداخت که. خب برای اگه ما برسونیمش به اونجا دیگه چرا وایسیم ایشون رفراندوم بذاره تحت سازمان ملل، خودمون میندازیمش. اگه رسونیمش کنج دیوار به مردم بگه آقا نه دست نگرده، تو اینجا که رسیدی کاش کن لوس کن دست نگرده، خودش حاضر شده بیاد با کدوم سازمان ملل که الان دارن 600-700 هزار نفر تو سوریه کشته، انگوش کشکش هم تکون نمیده. برای اینکه عملی نیست، اینکه بیشتر به شوخی. مدافعینش بعضی هم میگن که آقا بالاخره خیلی از کسایی که امضا کردن مثل خانم عبادی اینها اصلاح طلب بودن، وقتی میان میگن که ما خواهان عبور از نظامی با رفرم، پیامش عبور از اصلاح طلب همچین معنایی نداره. میتونه همین ها که امضا کردن خواهید دیستار دیگه اگه انتخابات بشه و جمهوری اسلامی سقوط نکنه، باز هم از شرکت در انتخابات ممکن دفاع کنن. چرا؟ میگن آقا بالاخره ما بهتر روحانی یا اصلاح طلبا باشن که بتونیم به اونجا برسیم که جمهوری اسلامی بتونه رفراندوم بذاره. ولی پیامش تشیه تو فضای که همین مرگ بر دیکتاتوریه، که جمهوری اسلامی اهل معامله است، اگه ما بهش فشار بیاریم رفراندوم هم میذاره. یعنی چی؟ یعنی اهل رفرمه، اصل اصلاحاته، یعنی پیامش همون اصلاح طلبیه. یه پیام دیگه چیه؟ پیامش اینه که یه پیام نهفته‌اش اینه، منظورم نیست اون کسایی که امضا کردن حتما منظورش این بوده، من دارم میگم اینه که من درک میکنم اینه. ببینید یه حرفی بوده، مردم ایران با یه حکومتی که 40 سال دمار از روزگارشون در آورد، 10 هزار تا فقط دهه اول انقلاب کشته، الان هم دستش برسه هر جا بخواد میکشه. یه همچین سیستم عریض و طویل سرکوب هم را انداخته، با کسی هم شوخی نداره. مردم ما الان بخش عمدهشون رسیدن به اینکه بعد نظام بعد عبور کنن. دیما هم اومدن تو خیابون، یه نواقصی وجود داشت که فعلا جنبشی کمی فروکش کرده، دوباره سرباز خواهد کرد. احتیاج به سازماندهی داره، احتیاج به رهبری داره، احتیاج به این که آدم موانعش رو بشناسه کمکش کنه ها. بنابراین نقش رهبران یا نقش روشنفکران، رهبر نقش روشنفکران کمک بکنیم، اونا که درشون میرسن کمک بکنیم آقا چطوری بیایم از این مرحله عبور کنیم، به جاش بیایم امید واهی بدیم. امیدی که امید واهی چیه؟ امیدی که سالهاست دارن اصلاح طلبان حکومتی میدن که آقا ببین، آقا مردمی که تو این جمهوری اسلامی گیر کردید، پدرتون در اومده، یه وقت فکر این نکنید که مثلا برای براندازی حکومت یا رسیدن به دموکراسی نیاز به دادن هزینه است، سازماندهی، زحمت کشیدن. نه، باید کمترین هزینه. دیدم یه آقایی میگه آقا اصلا به سلامتی خودتون نباید کوچکترین لطمه ای هم وارد بشه. هزینه، این رابط هزینه، یعنی انگار میشه راحت آقا یه کم فشار بیاریم جمهوری اسلامی خودش رفراندوم میذاره. یعنی میشه که شما تو بیابان گیر کردید، بی آب و بی نان و بی هیچ چی، توی بیابون میخواد راه بیفتید آقا با حتی پای برهنم که شده با زحمت خودتون برسید به نجات پیدا کنید.
که نه آقا، چرا میخوای به خودت زحمت بدی؟ راه بی هزینه شد شو همجه منتظر باشه باش قراره یه لیموزین سازمان ملل بفرسته برای شما سوار بشو، حتی تو اون لیموزین که نشتی کوکا هم برات وام کنن، کوکای خونک. این آقا امید واهی دادن به مردم نیست. بعد از اون یه نکته که میگم، حالا میخوام خیلی فقط سرتیترشو بگم، یه نکته که آقای مهبودی عزیز من بیمشو دارم، دیدم تو انقلاب ایران، دیدم اینو. این من اصلا بحث انقلاب و نه مصدق اینا رو پرهیز میکنم، برای که انقدر تئوری های توطئه هست و تازه همش به دعوا دامن میدنه، ولی جاهایی بحث میکنیم که به درد امروز اون بخوره. ما کمتر میان بحث بکنیم که بابا این آقای هویزر که تشریف برد ایران، آقای قرباقی و مقدم و اینا که نشستن پشت پرده مذاکره میکردن، بالاخره میخواستن جریان رو به دست بگیرن دیگه، درست؟ ما از این غافل نشیم هیچ وقت که این حکومت، همین روحانی، همین جمهوری اسلامی کارتهای برنده زیاد داره. دادن این امیدهای واهی با کمک غرب، همونطور که در سال 57 نشستم پشت پرده آقای بختیار اگه میمون که خیلی خوب بود، اصلا کسی به حرف آقای بختیار تو خود ارتش گوش نمیکرد، تو خود بازمانده از حکومتش ها کسی گوش نمیکرد، داشتن مذاکره میکردن که ما با آرامش، روحانیون با ارتش با آرامش عبور بکنیم، نجاش این بدبختی ما شده، درست؟ الانم وقتی که مردم اومدن تو خیابون مرگ بر دیکتاتور میگن، مرگ بر نظام میگن، تردید نکنید در اون لحظات که ما هرچی جلو بریم این توطئه ها پره که آقا بیام یه بخشی از نظام رو بگیریم، یه بخشی از این دوستانی که در روی رسانه های مهم هستن و تحت نام اصلاح طلبی و حکومتی و بعضی هم چهره موجهی دار اینا هم باشن، یه دیگه هم جمع بکنیم همگی با هم آرامش بدون هزینه بدون نگرانی عبور بکنیم، که چی؟ یه بخشی از جمهوری اسلامی نگه داریم، یه بخشی هم از این، یه با کمک اروپا و بقیه سر مردم یه کلاه گنده تری بگذاریم. من دارم حرفم اینه، از این نگرانی ها برای من هست، بیام نگاه بکنیم از الان به بعد ما باید رصد بکنیم ضمن کمک مردم. بابا ما 5 میلیون ایرانی تو خارج کشور داریم، بیان اینا به جای حرفا بیان ببینن این انرژی سرشار ایرانیان در خارج کشور و در داخل کشور رو چجوری میشه در مسیر برانداختن جمهوری اسلامی با روش های مسالمت‌آمیز که شما میگید، بیان آرام آرام اینو انجام بدیم، کمک بکنیم، این انرژی ها رو بسیج بکنیم، سازماندهی بکنیم، بگذاریم نه وایتیم قراره که سازمان ملل بیا لیموزین بفرسته برای ما نوشابه یخم باز بکنه که از بیابون برسیم به آبادی. از بیامگیر ما رو روی همین استودیو برداری، چون متاسفانه بکنید تمام تلفن ها اشغال میشه، حالا هر کس که زنگ بزنه بعد از اشغال شدن مجموعه خطوط صدا، این دستگاه پیامگیر میگه که پیامتون رو روی دستگاه بگذارید که بعد به اطلاع ما رسیده بشه. از این بابت هموطنان ما خیلی در رنج هستند، مخصوصا اونا که از ایران زنگ میزنن چون به سختی میتونن شماره رو بگیرن. یعنی که درخواست میکنم از آقای شجری که حتما هر چیز زودتر این دستگاه رو قطع بکنه، چون افراد روی به اصطلاح با وایس میل با چی دستگاه پیامگیر طرف نباشن مستقیما، یا بیان روی خط یا متوجه میشن که خطوط اشغاله، سعی میکنن مجددا ماره بگیرن و این گونه خلاصه دست به سر نمیشن. درود بر شما، بفرمایید. سلام قربان، بفرمایید. خیلی سریع بفرمایید. من یه سوال داشتم از جناب عالی آقای دایی. بفرمایید. و خواستم ببینم در مورد این همه هاستیش یا این ایرانی ها رو میگیرن، این دولت جمهوری چطور دولت هایی مثل آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس این کار رو نمی کنن؟ خیلی متشکرم. تشکر. آیدایی عزیز، همینا هم این عکس رو خوب نگاه کنید، این هواپیمایی است که مسئولان نظام بهش پرواز میکنن، هواپیمای از این دست، و مقایسه کنید با هواپیمایی که هواپیمای تهرانی یا سوش که آقای دایی امروز یک گزارش مستند دربارش
به ما عرضه کرده. این عکس خیلی گویا بگذارید باشتش هستن، بذارید پشت سر ما باشه یا همونجا باشه. آقای ما رو نشون ندید، بذارید جمعیت هموطن رو آیده ای بفرمایید. بالاخره ببینید هموطن ندید، بعد یه تفاوتی باشه دیگه در رفتار بین جمهوری اسلامی با اونا. اگه بخوام اینا این کار رو بکنن دیگه وقت چه یادی ما داریم به جمهوری اسلامی؟ نه خب نمیتونن این کار رو بکنن، از اخلاقی درست نیست. دور باشه بفرمایید. الو بفرمایید. می‌خواستم با آقای میبودی صحبت کنم. من میبودی هم بفرمایید. آقای دایی دادم گوش می‌کنم، بفرمایید. بفرمایید قربان. سلام علیکم. می‌خواستم با آقای میبودی صحبت کنم. بفرمایید قربان. از آلمان صحبت می‌کنم. بفرمایید قربان. بفرمایید. شما؟ من میبودی هم بفرمایید. آقای دایی هم دارن گوش می‌کنن. بفرمایید. آقای میبودی عرض کنم که شما که سابقه آقای سازگارا رو دارین که خودش تشکیل دهنده سپاه پاسداران بوده و خودش هم دستش تو سازمان سیاه است و دستش هم تو رژیمه، اینه نیارین پشت تلویزیونتون، تلویزیون پاس خراب میکنین. تشکر میکنم از ممنونم. برمیشه خانم تو شما رو درود داشت برمیم ببرمیم در خدمتتونم. بفرمایید. میرم به خط دیگری ها. بفرمایید. درود بر شما. بفرمایید. درود به شما جناب. قربان شما. بفرمایید. درود بر شما. بفرمایید. جناب آقای دایی. من دو تا سوال دارم. یکی این که چرا این رهبری ستادی خارج از کشور تشکیل نمیشه؟ کی باید این ستاد و این رهبری رو بود؟ خیلی سیم نگاهت بگن آقا ما نیستیم، ما نمیخوایم باشیم. بگن از این راحت تر بگن آقا ما اون طرف نیستیم، باید مسئولان. مسئولان کی هستن؟ دو، یه خبری امروز اومده که نامه سپاه پاسداران به خامنه ای نوشته، اونو تهدید کرده. خواستم ببینم این درسته یا نه. آیدایی بفرمایید. در مورد دومی خبر ندارم، در مورد اولی هم بحث طولانیه، فکر نمیکنم به چند دقیقه بکشه که اینه. ولی زیاد نباید، کمبود بسیار بزرگه برای جنبش. رهبری اگه نباشه هم سر مردم کلا میرن، به نجه ای نمیرسه. من یه مثالی که بزنم خدمت تو اینه، واقعش اینه که خمینی اون چند ماه آخر که مطرح شد در انقلاب ایران، به هر صورت با همون نیمبند آدمایی که دور خودش بود یه رهبری تشکیل داد. یعنی حرفشو خیلی از مردم گوش میکردن و خیلی هم حواسش جمع بود از خطراتی که دست کسیگه نره. من یادمه که عده‌ای در تهران تلاش کردن که آقای دکتر بختیار بره پاریس با خمینی هم دیدار بکنه و اینها، ولی خمینی حواسش جمع بود و همون تشکیلاتی که راه انداخته بود در داخل که بیشترش همین رفسنجانی بودن، متحری و اینا بودن، اینا خیلی حواسشون جمع بود و ممانعت کردن، نگذاشتن، این رو یه خطر میدیدن. رهبری هم برای هدایت جنبش لازمه، هم برای جلوگیری خطراتش لازمه. ولی این، من زیاد نگران این نیستم. من مطمئنم در مراحل بعدی مانع بزرگ از دوش جنبش برداشته شده و این بختک اصلاح طلبی بوده. از این به بعد روند راحت تره برای اینکه واقعا شکل بگیره، به هم نزدیک بشن، خیلی ها خوشنو به مردم معرفی بکنن. این بختک بزرگی برداشته شده. تو اصطلاح امروز از آقای دایی شنیدیم، یکی کاشتن ریحان در کره مریخ یا ما بجرم بختک اصلاح طلبی حق با آقای دایی است. بجرم تشکر میکنم سارا جان، سارا ایرانی عزیز سپاسگزارم. آقای امیر شهرتی، آقای تا دیداری دیگر. حتماً.